سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه هفت با مجموعه برنامه های اصول تفسیر کتاب مقدس به امرای کشیش دکتر ساسان توسلی عزیز در خدمت شما هستیم و تا به اینجای کار سه قسمت از برنامه های ما رو ملاحظه کردید این سری رو در واقع با همکاری دکتر ساسان عزیز برای شما آماده کردیم و امیدوارم که برای شما باعث برکت باشه و بتونید از مجموعه این برنامه ها استفاده بکنید برای درک صحیح تر و بهتر کتاب مقدس مرسی مهیا جان برای این دعوت و همکاری منم هم به شما دوستان سلام میکنم امیدوارم که تا این برنامه ها رو دنبال کرده باشید واسهتون مفید بوده باشه بارها داریم اعلام میکنیم که هدف ما تو این برنامه ها اینه که یک سری اصول خیلی اساسی و شاید از یه دیدگاهی خیلی درسای ساده ولی من مطمئنم درسای خیلی بنیادی رو داریم خدمت شما عزیزان ارائه میدیم برای درک و تفسیر درست کتاب مقدس و به خصوص هدف من تو این برنامه ها برای عزیزانی که تازه به مسیح ایمان آوردید تازه دارید وارد مطالعه و خوندن کلام خدا میشید که چه اصولی رو ازتون درخواست میکنیم که رعایت کنید برای روش کردن در درک و کاربرد صحیح این کلام در زندگی تو. آمین اما قبل از اینکه بخوایم در واقع درس امروز رو شروع بکنیم لازم میدونم یک توضیح رو ما آخر برنامه دفعه قبلمون داشتیم آها آها بسیار و خوبه که یک توضیحی رو راجع اون قسمت من بدم خدمت شما برادر عزیزم مصطفی جان در ادامه مطالبی که راجع به تفسیر کلام بود یه مثالی رو زد از آیه فیلیپیان فصل 4 آیه 13 که میگه من به وسیله مسیحی که من تقویت میکنه قادر به انجام هر کاری هستم یا قدرت انجام هر کاری رو دارم و بعد ایشون گفتش که آقا این یه آیه خیلی معروفی شده بین همه تو اینترنت بیشتر از همه توییت میشه و مثلا طرف برای مسابقات ورزشی برای همه چی ازش استفاده میکنه در صورتی که باید بیای ببینی اصلا اون موضوع در ارتباط با شرایط سخت پولس در زندان بوده و راجع به قناعت پولس و اینکه تونسته بیشتر داره راجع مسئله مالی البته صحبت میکنه اما خب کاربرد اینو میشه توی سری قسمت های دیگه دید و بعد من این مثال رو زدم و گفتم اگر انگیزه کسی درست باشه و سهم خودش انجام بده و از خدا بخواد خدا ما با استناد به این آیه این وعده خدا میتونه براش محقق بشه اما یه نکته رو باید اضافه بکنم یه وقتایی هست واقعا دعوت یه نفر یه کاری نیست به عنوان مثال من میخوام کشیش بشم اصلا خدا منو نخونده که من کشیش بشم و من هی هم میرم زور میزنم هیم میگم من به وسیله مسیحی که منو تقویت میکنه قادر به انجام هر کاری هستم حتی اینکه کشیش بشم و بعد این میرم یا نمیشم یا اگرم بشم میزنم یه کشیشی میشم که در واقع به جایی که مردم رو بنا بکنم کلیسای خداوند رو بسازم همه رو میزنم چک و چوله میکنم آه؟ پس یه چیز یه نکته خیلی مهمه اونم اینی که صحبتی که من داشتم در واقع بعد از اینکه ما اون دعوتمون رو شناختیم بعد از اینکه من مطمئن شدم تو چه قسمتی استعداد و توانایی دارم اون موقع وقتی با انگیزه درست میرم و تو اون قسمت سرمایه گذاری میکنم شاید اصلا به ظاهر ابزارشم به هیچ عنوان نداشته باشم شرایط امکانات مالی اقتصادی فرهنگی و خیلی چیزای دیگر رو شاید نداشته باشم ولی اون وقت که معجزه خدا اتفاق میافته اون وقتی که قدرت خدا قدرت کمک کننده و بلند کننده خدا میاد و تو زندگی ما شاهکارهایی رو انجام میده که یه نمونهش زندگی شخصی خود من که من به هیچ عنوان روزی فکر نمیکردم اگر شاید 16 17 سال پیش 17 سال پیش شاید کسی از من میپرسید که یه روزی تو کشیشی خواهی بود که خدا رو خدمت می‌کنی می‌خندیدم و شاید راحت بگم سر کار می‌ذاشتم اون طرفو با این حرفش ولی امروز این اتفاق افتاده و خدا به من اجازه داد بعد از اینکه من دعوتم رو شناختم خدا اجازه داد که من تو مسیر برم پس خیلی مهمه که وعده های خدا رو وقتی می‌خونیم در کلام خدا با صحت و درستی اون وعده ها رو بخوایم نقد بکنیم و بر اساس اون وعده ها زندگی بکنیم و اینکه اگر هم وقت نشد بعد توپ رو نندازیم تو زمین خدا و بگیم خدا یا تو که گفته بودی یا نشد پس چرا نشد چرا وعده تو برای من یکی انجام نمیشه شاید برداشت ما از کلام خدا اشتباه فرقه بسیار <تصفح> شما خیلی زیبا و کامل توضیح دادی ما البته بعضی وقتا توی محدودیت زمانی همه حرفا رو نمیتونیم بزنیم بارد. یه قسمت حرفو میگیم و میتونه خیلی راحت باعث سوء تفاهم بشه یا برداشت اشتباه بشه آن. من به شما گفتم که آقا یه مقدار حرفای شما میتونه با حرفایی که من قبل شما زده بودم سر همین فیلیپیان 413 یه عده بگن این دوتا با هم توافق ندارن اینو بخ... خوبه که باز بکنیم البته میگم به مهیاجان گفتم که فقط و فقط مسئله انگیزه خوب نیست دلسته. میگم همین که مثالی که ایشون آورد یا مثلا میگم شاید من خودم مثلا میخوام یه زبان جدید رو یاد بگیرم با انگیزه خوب با. که با اون زبان خدمت کنم ولی واقعا این اصلا اراده خدا نباشه اون در واسه من باز نشه خوندگی من نباشه که من بخوام این خدمت رو با اون زبان انجام بدم پس در آخرم شاید موفق نشم تو اون کار من. پس نمیتونم ایراد بگیرم که اق فیلیپیان 4.13 علکی این آیه این که این حرف بله. نه انگیزت هم درسته ولی مسئله اراده خدا دعوت خدا هم قسمت مهمیه که میگم ما فقط خواستم که کسی فکر نکنه که ای سازان یه چیزی گفت بعد محیار اومد یه چیزی بر ضد سازان گفت نه فقط این که بعضی وقتا به خاطر کم بوده وقت همه موضوعات آدم نمیتونه محچه کنه ولی اون نکته آخری که گفتیم خیلی هم عالی هست که بله خیلی وقتا ما بعضی وقتا من واقعا البته ببین بالاخره هیچ هم دلیل نداره که بنده و شما توی تفسیرمون از کتاب مقدس توی همه زمینه ها با هم صد درصد یک عقیده باشیم مسلما همچین چیزی نیست بلد. و این فن تفسیر هم ما را به اینجا نمی که همه با هم هم عقیده بشیم آخرش اولا خیلی محققین درجه یک کتاب مقدس با هم اختلاف نظر الهیاتی دارن دقیقا. ولی صحبت اینه که بل یک اصول اساسی رو ولی همه باید یاد بگیریم که چطوری اقلا دنبال کنیم که به بیراه های بدعت آمیز اقلا وارد نشیم ولی اینکه من خیلی وقتا فکر میکنم که بعضی وقتا ما کاربرد اشتباه کتاب مقدس رو بهش چسبیدیم بعد تو زندگیمون وقتی جواب نداد از خدا مایوس میشیم دقیقا به جای اینکه بگیم آقا این واقعا وعده کتاب مقدس به من شاید نباشه دقیقا. این وعده واسه یکی دیگه است تو یه چارچوب دیگه است تو یه شرایط دیگه است و این بدفهمی خودم و بعد تقصیر خدا میندازیم و از خدا معیوس میشیم که ای بابا این حرفا قلابی از آب در اومد این پس خواستم که این موضوع رو ما نمیز. یه مقدار قشنگ بپذیم و ارائه بدیم که شد. سوء تفاهمی نشه من شد. میخوام شد. که توی این جلسه عزیزان گفتم کتاب های مختلف آوردم اکثرا هم کتابای خیلی ساده و بیسیک هست کتابای خیلی اساسی و اولیه هست در درک و تفسیر کتاب مقدس ولی برادر مهیار یه خانومی هست توی آمریکا که خیلی این خانوم سالیان ساله که این خانوم معلم کتاب مقدسه و خیلی خدمتشم خدمت سالم و خوب و بنا هستش برای تعلیم تفسیر کتاب مقدس خانومی هست به نام کی آرثر نه من اسمش شنیدی بلد. یا نه آه من آه ای کاش که ما از این خانوم هم توی برنامه های فارسی دوبله داشتیم ولی نمیبینم برنامه ها شجاعی. ولی خانم کی آرثر هم یه سازمان خیلی بزرگی داره کنفرانس مدرسه کلاس و هم کتاب های زیادی برای تعلیم تفسیر درست کتاب مقدس درسته. و من یه کتابی از این خانم خریدم و میخوام یه فستش رو اینجا معرفی کنم یه سری از نکات این کتاب رو اه, کی آرثر اسم یک از نویسنده این کتاب هست و تیتی کتابش هست How to study your Bible چطوری کتاب مقدستون رو مطالعه کنید و زیرنویسش هست Discover the life changing approach to God's word کشف کنید اون روش روشی که زندگیتون رو عوض میکنه با مطالعه کتاب مقدس این خانم کی آرثر خیلی توی اینداکتیو بایبل استادی قویه یعنی قشنگ کتاب مقدس رو چطوری بگیرید و قشنگ متن رو بخونید از متن چه سوالهایی بکنید چطوری نتیجه گیری کنید چطوری کاربرد درست از یه مت در بیارید خیلی این خانوم توی این کار سالیان سالی که داره خدمت میکنه من میخوام یه سری نکات مقدمه ای این کتاب رو تو این جلسه مطرح بکنم هنوز عزیزان خیلی موضوعات هست که ما هنوز واردش نشدیم این سری ادامه پیدا میکنه نگران نباشید ولی من دارم توی اون قسمت های ای تقریبا مثل یه هواپیما که میره چند بار دور میزنه تا بیاد بشینه, تا بیاد بشینه. قبل از این که ما یک سری اصول تفسیر متون رو به طور ملموس واردش بشیم من دارم یه مقدار دور میزنم روی مسائل پایی اولیه و دارم از زاویه های مختلف این موضوعات بنیادی رو مطرح میکنم من به عنوان یک معلم، یکی از کارهای یک معلم اینه که موضوع رو تکرار بکنه که قشنگ بدونه که آقا دا دا دانشجو دوزاریش افتاده بله خب هفته ای گذشته از یه کتاب دیگه استفاده کردیم Journey into God's Word سفر به کتاب کلام, کتاب، کلام خدا که تش، تشبیح کرده بود که چطوری به یه شهر بریم بعد از یه پل بزنیم از یه شهر به یه شهر دیگه از روی رودخونه چطوری پل بزنیم امروز من میخوام با یه حالت دیگه این موضوع رو مطرح بکنم کی آرثر و خیلی های دیگه اگر هم دارید نوت می دارید بنویسید اینطوری مطرح میکنه که آقا اساسی ترین برخورد ما با کتاب مقدس باید سه نکته رو در نظر داشته باشیم سه نکته حالا تصویر هفته پیش چهار پله بود تصویر این هفته یا نکات این هفته سه نکته است خلاصه لب کلام ما نکته اول الان انگلیسی میگم بعد به فارسی ترجمه میکنیم observation interpretation application این سه تا لب به کلام مطالعه خوب کتاب مقدس observation یعنی اول باید یه متسی رو بخونی و مشاهده observation مشاهده میشه بله. دیگه مشاهده کنی که آقا اصلا این مت داره چی میگه این observationه بله. interpretation پله دوم تفسیرش. تفسیره نه اینکه این مت چی داره میگه بلکه معنی این چی که این چیزی که داره میگه چیه معنیش چیه و بعد پله سوم اپلیکیشن کاربردش چیه آه. تو زندگی من توی قرن 21 تو مملکت من تو شرایط خانوادگی من تو کلیسای من پس یه متن اول میخونی و مشاهده میکنی که تو این متن داره چی گفته میشه observation بعد معنی این متن چیه interpretation کاربرد این متن چیه application بارها حالا این موضوع رو من چاله هفته قبل هم یه طوره دیگه گفتم ولی گفتیم که ایزام هدف کتاب مقدس فقط جمعآوری معلومات توی کله ما نیست. هدف چیه؟ زندگی عوض شه شخصیت عوض شه مسیح در ما شکل بگیره عشق, در رو... عشق به خدا و عشق به همسایه رشد بکنیم پس ثمرات س... روح القدس در ما شکوفا بشه این هدف این اپلیکیشن پس فقط فکر نکنید با معلومات جمع کردن ما خیلی وقتا مشکل ما فکر میکنیم که اگر به یه درس قشنگ گوش بدیم به یه موعظه قشنگ گوش بدیم زندگیمون عوض میشه بله موعظه قشنگ رو تا آخر عمرم گوش بدی اگر تو زندگیت عملا به کار نبری چی میشه هیچ اتفاقی برات نمیفته دقیقا. پس این با این حالت کی آرثر با این سه نکته کی آرثر کی آرثر صحبتش رو مطرح میکنه من دوست دارم یه آیه خیلی مهمی هم اینجا بخونیم عزیزم دوم تیموتاووس 3 آیات 16 و 17 متون خیلی هم مهمی است بله. درباره کتاب مقدس دوم تیموتاووس 3 آیات 16 و 17 و تمامی پولس رسول این داره به تیموتاووس می‌نویسه تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تعدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد این پس کلام خدا فقط برای معلومات ما نیست بلکه زندگی ما عوض شه در تعلیم و اصلاح و تربیت در پارسایی این پس نکته خیلی یک تغییر و تحول عمیق درونی که همه حوزه های زندگی ما رو در بر میگیره ت... تعلیم، اصلاح، تربیت تا برای کار خدا آماده بشی و بعد از نیکی مطلق صحبت میکنه <applause> یا پارسای نیکی مطلق رو نیکوی مطلق رو توی ترجمه در واقع مجده میگه توی ترجمه زارینو از پارسایی صحبت میکنه و در ترجمه قدیم در واقع تو اون رابطه درست با خدا قرار گرفتن این مطلق یعنی در رابطه همون عدالته یا اون عادل شمرده شدنه که تو رابطه کامل و صحیح با خدا که وقتی اون اتفاق میفته تو رابطه کامل و صحیح با مردم هم قرار میگیریم که تو جلسات قبلی متا 2237 و گفت بردر ساسان برای شما که از مسیح وقتی پرسیدم بزرگترین حکم شریعت چیه گفت خداوند خدای خود را با تمامی فکر و دل و جان خودت محبت نما همسایه خود را مثل خیشتن دوست بدار تمامی همانا که تمامی کتب و صحف انبیا در این دو حکم خلاصه شده است در واقع چیزی که توی این قسمت ازش داره صحبت میکنه پس دانش صرفا فکری ما نیست که ما فردا توی مجلسی بشینیم توی کنفرانسی بشینیم بادی هم به قبقب بندازیم و تا همه که حرف زد چهار تا آیه هم بیاییم و سریع با کتاب مقدس اینجوری بلند کنیم بزنیم تو دهن طرف خیر برای یک هدف بسیار بزرگتره تمام این نکات و همه این درس اونایی که میرن درس میخونن تحچیز میشن مدرسه کتاب مقدس میرن اگر هدف درست نداشته باشن که هدفشون بنا و اکویپ کردن کلیسای خداوند برای اون هدف و اون دعوت آسمانی راه به هیچ جایی نخواهد آم من الان تو ذهنم اومد یه نکته ای رو سریع بگم نکته خیلی مهمیه خیلی هم رب داره به صحبت درک درست از کتاب مقدس ولی فقط اشانتیونی میخوام اینجا مطرح کنم چون آیش رو خوندیم و خیلی وقتا پیش زمینه ما ایرانیا و کسانی که از زمینه اسلام اومدن اینجا مشکل ساز میکنه صحبت رو وقتی که کتاب مقدس میگه که تمامی کتب مقدس الهام خداست بله. عزیزان تمامی این کتاب الهام خداست ولی ایمان مسیحی الهام خدا رو مثل اون طوری که الهیات اسلام الهام قرآن و وحی قرآن رو درک کرده کتاب مقدس درک نمیکنه یعنی چی درسته که روح خدا روی اشخاصی اومده و اونها رو هدایت کرده برای نوشتن این متون این کتاب ولی از آسمون یهویی نیفتاده زمین ده. و ما عقیده داریم ده. که ما معنی اون, اون هدفی که خدا از این نوشته ها داره از طریق شخصیت‌های متفاوت اون نویسنده‌ها با روش‌های مختلف استایل‌های مختلف در زمان‌ها و چارچوب‌های مختلف اون پیغام اومده یعنی واسه همینه که ما وقتی می‌گیم باید کانتکست رو فهمید و بعد صحبت‌های دیگه‌ای می‌خوایم بکنیم نوشته نوشته پولسه، نوشته نوشته لوقاس، نوشته نوشته یوحناس شخصیت یوحنا و لوقا و پولس ادبیاتشون سوادشون نوع یونانیشون با هم فرق میکنه آمنه. ولی روح خدا از این شخصیت ها از این سواد ها از این دیدگاه ها از نوع ادبیات ادبیات مختلف استفاده کرده که پیغام خدا از طریق این آمین. افراد نوشته بشه آمین. ولی مهمه که ما نویسنده رو بشناسیم مخاطب اولیه رو بشناسیم چارچوب تاریخی و فرهنگی رو بشناسیم آه. چون این از آسمون نیفتاده زمین بله. روح خدا در چارچوب یک فرهنگ و تاریخ و بینی و از طریق اشخاص با شخصیت و سواد مختلف کار کرده تا پیغام خدا به ما داده بشه و اونایی که حالا بعضی ده... میگن ساتان چون چقدر حیجان زده شدی شاید برای شما اگر ایمان باشه این ملموس نباشه ولی باور کنید حالا وارد یه سری جزئیات که شدیم میفهمید که چقدر این نکته مهمه که ما الهام کتاب مقدس رو به هیچ عنوان زیر سوال نمی از یک از ما ماینه بله. ولی این الهام کتاب مقدس این نیستش که ما خود نویسنده و اون کانتکس و چارچوب اولیه و فرهنگ نویسنده و مخاطب رو در نظر نگیریم این یه نکته خیلی مهمه بله. و الهام روح خدا به این معنی نیستش که همه این نوشته‌ها مساوی با همدیگه از نظر ارزش و اقتدار اینو میخوام حالا باز بکنم من یه مقدار دارم تو این جلسه به راه خودم میرم از این کتاب هنوز نرسیدم ولی نکته مهمیه چون میخوام بله. به یه سوال شما هم برسم الان که دیگه رفتیم تو این زمینه که صحبت چند جلسه پیش که آقا خدای عهد عتیق به نظر میاد فرق داره با خدای عهد جدید بله. میخوام امروز ماشین رو گرفتم میخوام بزنم به این جاده نه حالا منظورم چیه جمله گفتم خیلی مهمه کلام خدا الهام خداست عهد عتیق و عهد جدید ولی باید بدونیم که این متنی که الهام خداست در یک چارچوب زمانی اومده و در اون چارچوب زمانی آخرین حرف خدا اون نیست داره زمینه رو آماده میکنه برای پیغام هایی که داره در آینده میاد بله. مثلا در عهد عتیق مثلا مثال ملموس بیارم مثلا چه در عهد عتیق، چه در عهد جدید این به تفسیرم خیلی رب داره هیچ آیه ما نداریم نه تنها آیه نداریم که بگه بردگی گناهه بلکه یه عالم هم آیه داریم تو عهد عتیق که چطوری با برده هاتون رفتار کنید، رفتار انسانی داشته باشید تو عهد جدید هم همینطور بگه اه بردهداری مردداری امروز همین مسیح دادن که گناهه دل. ولی تو کتاب مقدس هیچ همچین آیه وجود نداره آیه مستقیم تحت و لفظی نه تنها وجود نداره بردهداری رو تازه چیز میکنه قانون و مقررات روش میذاره خب؟, خب آیا ما عقیده نداریم که بردهداری بر ضد اراده خدا صد درصد ولی کلام خدا میاد و در چارچوب فرهنگ و دنیای گناه آلود انسانی میاد یه سری اصول رو, م... اصول رو مطرح میکنه چه اصلی؟ پیدایش فست یک خدا همه انسانها رو مرد و زن رو در شباهت خدا فرید داله. نه فقط پادشاهان رو همه انسانها ارزش دارن بله. در عهد جدید پولس میاد میگه در مسیح نه برده مهمه نه آزاد نه مرد نه زن نه یهود نه غیر یهود همه با هم عضو یک خانواده هست بله. کلام خدا به برده ها میگه شما در مسیح آزادید به اربابا میگه شما خودتون برده مسیح هستید بله. میگه همتون اعضای یک خانواده هستید کلام خدا میاد بذر برابری و آزادی انسان رو میکاره ولی توی جامعه ای که سر تا پای اصول اقتصادیش بر اساس بردهداریه نه بانکیه نه کردیت کارتیه وقتی تو مغروزه یکی میشی باید برده اون شخص بشی کلام خدا میاد این اصول رو میکاره تا در زمان در پیشرفت فکری جامعه بشری این اصول چی بشه؟ سمره بیاره دل. دارم منظور رو میرسونم دل. پس, پس... بعد این منظورم چیه؟ مثلا خیلی وقتا این تنش هایی که تو عهد عتیق هست تنش های عتیق میشه خیلی وقتا به خاطر چارچوب دنیای عهد عتیق چارچوبی که دموکراسی قرن 21 که نداره که نه. سازمان حقوق بشر که توش نیست دنیا دنیای جنگ و قوی بر ضعیف مسلط شدنه حالا توی این دنیای گناه آلودی که انسان درست کردن کلام خدا وارد میشه و شروع میکنه به کاشتن بحث آزادی برابری ولی زمان میبره تا این بعضها ها شکوفا بشه در تعالیم ایسای مسیح در تعالیم نویسنده های عهد جدید و روح خدا ادامه میکنه کار, کار میکنه در تاریخ بشر بله حالا بریم سر اون صحبتی که شما مطرح کردید خدای اهد عتیق خو... اولا خدایی که مسیح اومد معرفی کرد همون خدای عهد عتیقه که مسی مسیح به عنوان پدر ما معرفی میکنه مسیح خودش یک یهودیه یک ربای یهودیه کلام خدا برای مسیح و شاگردان مسیح عهد عتیقه عهد نوشته نشده با. پس مسیح نمیاد هیچ جا عهد عتیق رو زیر سوال ببره درست. پس اون پدری که مسیح من رو تو معرفی میکنه همون خداییه که خود مسیح توی تورات از ازش میگه و میخونه باید. ولی کلام خدا در عهد عتیق تأکیدش روی قدوسیت خداست که نشون بده که انسان گناهکار خدا خیلی قدوستر از اون چیزی که تو, تو بوتهایی که تو ذهن خودت ساختی سرتو نمیتونی بندازی پای میای جلوی این خدای قدوس خون باید ریخته بشه قربانی باید بشه حیوونا باید فدیه بار گناهان تو رو بدن ولی خدا داره زمینه رو آماده میکنه که حالا تو عهد جدید تأکید قدوسیت خدا هنوز سر جاشه دقیقا. ولی تأکید حالا روی فیض و محبت و بخشش خداست بدون خدای قدوس اصلا صلیب مسیح معنی نداره دقیقا. که مسیح باید روی صلیب برای گناهان ما بمیره دقیقا. ولی بدون محبتی که از خدا به ما نشون داده میشه تو کتاب مقدس و به خصوص در ایسای مسیح قدوسیت خدا باید باعث ترس فقط پس در کل کتاب مقدس میبینیم هم میبینیم تو عهد عتیق فیض و محبت خدا وجود داره ولی تاکید روی قدوسیت هم تو عهد جدید قدوسیت خدا وجود داره ولی تاکید روی محبت و فیض ما دوتا خدا نداریم توی عهد عتیق و عهد جدید ولی این دو تا تاکید قدوسیت خدایی که نمیتونه گناه رو تحمل کنه و محبت خدایی که نمیخواد انسان گناهکار رو محکوم کنه و نابود کنه آن. این دوتا با هم مکمله خدای واقعی هست بله. اگر قدوسیت خدا رو ماسمالی کنیم کمرنگ کنیم فقط فیض و محبت معنی صلیب رو نمیتونیم بفهمیم معنی زندگی پاک و قدوس رو نمیتونیم بفهمیم مسیح مکاشفه رو نمیتونیم بفهمیم بله. اون مسیحی که میاد و گناه, گناه بشری رو مجازات میکنیم بله. پس بدون قدوسیت فیض و بخشش و محبت معنی نداره درسته. و بدون فیض و بخشش و محبت قدوسیت ما رو از خدا می به جایی اینکه ما رو به خدا نزدیک کنه پس ببخشید من یه مقدار حرفام امروز از این درسته. شاخه به اون شاخه شد ولی این جمله این این اینی این ای که آیه ای که خوندم که تمام کلام خدا الهام خداست ولی الهام خدا به این معنی نیست که هر آیه‌ای که هر جای کتاب مقدس اومده بالاترین و بهترین و آخرین حرف خداست دل. این نکته خیلی مهمیه دل. الهام خداست ولی این کلام خدا در یک شرایط تاریخی خاص اومده که مخاطبینش رو آماده بکنه که در آخر ما به ایدئال خدا در عیسی مسیح برسیم دل. دل. این نکته خیلی مهمیه چون ماها چون قرآن اینطوری کسی بلد نیست بخونه اینطوری اصلا خونده نمیشه قرآن و فکر میکنیم که بل اگه کلام خداست پس هر آیه از هر جا باید آخرین حرف خدا باشه خود مسیح وقتی از این حاله اصل کلیدی خیلی مهمیه وقتی از خود مسیح میپرسن که آره آقا چرا تو عهد عتیق اجازه ای طلاق داده شد ولی شما مخالفشی مسیح چی میگه؟ تو برن که شما قصد سنگدل و بی‌رحم بودین که موسا, موسا اجازه, اجازه داد. داد. اجازه داد تازه نمیگه حکم کرد اجازه داد به خاطر چی؟ به خاطر سنگدلی شما مخاطبین بله. ولی این خواست و اراده خدا هیچ وقت نبوده درست. پس یه چیزایی تو عهد عتیق هست که خدا اجازه داده ولی ایدئال خدا نیست بله. آخرین حرف خدا نیست حق الهام کلام خداست دا بله. ولی الهام بودن به این معنی نیست که پس آخرین و بهترین بله. و کاملترینه بهترین و آخرین و کاملترین رو خدا در مسیح به منو تو معرفی کرد این نکته امیدوارم که منظورم امروز باشه بله. خیلی خوب بود در واقع در یه جمله بخوام خلاصه بکنم صحبت برادر ساسانو مرجع آن چیزی که ما بهش اقتدار اقتدا می کنیم و بهش رجوع می کنیم عهد جدید هست کلام خداست عهد قدیم اما مثلا خیلی وقتا سوال میشه آقا در عهد عتیق گفته شده که آقا خوک نجس نخورید بعد مسیح اومده الان اینو گفته ما کدومش رو باید انجام بدیم اون چیزی که ما بهش اقتدا می در واقع آخرین حرف ها رو مسیح در عهد جدید میبینیم که زده و خود عیسی مسیح میگه می من الف و یا ابتدا و انتها هستم برای همین وقتی بعضیا سوال میکنن آیا بعد از مسیح پیغمبر دیگه اومد و تو یکی از برنامه های که چند سال پیش داشتیم جواب من این بود که وقتی خود مسیح به عنوان خدا و خداوند جسم میپوشه و به روی زمین میاد آیا ما مرجعی بالاتر از خود خداوند داریم اگر کسی میاد بعد از مسیح باید چیز جدیدتر بیاره باید چیز کاملتر بیاره آیا کسی میتونه چیزی کاملتر از خود خدا بیاره پس اون چیزی که ما بهش اقتدا میکنیم آنچه که در خود مسیح هست چون کاملترین و بهترینه و به قول انگلیسی زبان ها بستافته بسته و اما راجب نویسنده ها که بعد در ساسان گفت حتی صنعت ادبیات و نگارش نویسنده ها طوری که دانشمندان کتاب مقدس میتونن از هر کتاب شناسایی بکنن که این مثل یه نویسنده که شاید شما مثلا طرفدارش باشید و کتاباشو میخونید و زمانی که کتاب جدید میده بیرون میگی این دقیقا مثلا قلم فلانیه مشخصه که این قلم فلانیه و صنعت ادبیاتی و نگارشیشون هم حتی با همدیگه فرق میکنه در کتب مختلف به عنوان مثال تنها کتابی که راجبش مشخص نیست که نویسندش کیه کتاب رساله به ابرانیانه بعضی ها میگن پولس نوشته اما خیلی از دانشمندان کتاب مقدس استناد میکنن با توجه به نوع صنعت ادبیاتی که در این کتاب به کار رفته حد میزنن که نمیتونه منتسب به پولس باشه و میخوام اینو بگم خدا که زیبا الهام رو داده اما در این حال این آزادی دست day. اون خدمتکاری بوده که این رو نوشته با الهام از خدا با اون هدف وقتی پولس برای تیموتائوس داشته نامه می نوشته در واقع شاید تو مقطع زمانی تصورش این بوده که فقط این داره به تیموتائوس بله. و به خادمان خودش بله. میده اما کاربرد اون کلامی رو که پولس به عنوان یه رک رهبر شاگردساز به شاگردش داره میده من با برداشت صحیحی که از علم تفسیر میتونم داشته باشم میتونم امروز تو قرن 21 من به عنوان یه خادم مسیح میتونم حالا وقتی افرادی رو شاگردسازی میکنم از اونها بگیرم و اون الگوها رو طوری به کار ببرم که باعث بنا و برکت عمید. افرادی باشه که باشون کار میکنم مرسی دکتر توسلی عزیز ببخشید که ما یه مقدار از شاخه به شاخه پریدیم اصلا وارد کتابی که میخواستم نشدم ولی احساس کردم که نکته مهمیه که الان وقتش بود که درباره بسیار احساس صحبت خوبی صحبت کردید هم. آزادی در این برنامه و خوشحالیم که میتونیم در واقع آزادانه با شما عزیزان صحبت بکنیم در این جو و فضای خانوادگی خانواده هفت برنامه های اصول تفسیر کتاب مقدس رو دنبال کنید روی فیسبوک هم اینا رو برای شما خواهیم گذاشت که بتونید از اینها استفاده بکنید مطمئنم که باعث برکت خودتون و اطرافیان شما خواهد شد شما رو به دستان پرجلال خداوند میسپارم تا هفته آینده و برنامه دیگه خدا یار و نگهدار شما عزیزان باشه شب بر شما عزیزان باشه